مهر گلوبال، ناشر مجموعه میراث جاودان ایران باستان، برنامه نگاه پرویز کاردان را تقدیم می کند. با درود بسیار و سلامی چوبوی خوش آشنایی، بسیار محبت کردید که بیننده عزیز برنامه نگاه هستید. هفته گذشته با کمال تأسف برنامه را با فقدان یک هنرمند مردمی، ناصر ملک مطیع، آغاز کردم. متاسفم که این هفته نیز باید با فقدان یک هنرمند دیگری در غربت برنامه را آغاز کنم، خانم ویدا قهرمانی، بازیگر که در جوانی در فیلم چهارراه حوادث کارگردان آقای ساموئل خاچکیان بازی کرد و پایه‌گذار بازیگران زن در ایران بود. خانم ویدا قهرمانی در مدتی که در غربت بود در زمینه هنر و انواع هنرها، از سینما گرفته، تئاتر گرفته و دیگر هنرها، بسیار فعال بود و یک بازیگر و یک بانوی مورد احترام بسیار مردم بود، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور. من بارها او رو دیدم و براش احترام ویژه‌ای داشتم و هنوز هم دارم. خانم ویدا قهرمانی بعد از اینکه در اون فیلم ساموئل خاچکیان بازی کرد، با هنرمندان دیگر ایرانی مثل بهروز وثوقی، آقای گرشا رؤوفی، فردین و حسین دانشور و همینطور ناصر ملک مطیعی فیلم های بیادماندنی بازی کرده. خانم ویدا قهرمانی در تلویزیون کانال 3، تلویزیونی که به همت حبیب ثابت در ایران نخستین تلویزیون در خاورمیانه بود خیال میکنم، 2 سال برنامه ویژه‌ای داشت به نام جاده شانس. یادش گرامی باد و نگاهی میکنیم به صحبت‌های او، برای اینکه در این مدتی که متاسفانه او را از دست دادیم بیشتر به عنوان کسی که پایه‌گذار اولین بوسه در سینمای ایران بوده ازش یاد کردن. نگاه میکنیم به صحبت‌هاشون. چهارراه حوادث من فکر میکنم پنجمین ششمین فیلم فارسی بود و اما راجب بوسه آخر، ما دویدیم به طرف همدیگه، ناصر منو بغل کرد و لبشو گذاشت رو لب منو. من فکر کردم اگر که من هیچ نوع مقاومتی بکنم فیلم خراب میشه، به هم میخوره. در نتیجه هیچ کاری نکردم تا ساموئل کات داد. وقتی کات داد تموم شد، من شروع کردم گریه کردم. ملک مطیعی اون موقع دوره نظام وظیفه رو میگذرم، بعد اوپنینگ و ارتش گرفت، بازگشایی فیلم رو. من و پدرم توی لوژ نشسته بودم، من یه قلبم بالا پایین میرفت که خب چی میشه الان، اون بوسه کجاست، بابام اگه ببینه چی میگه. اومد رسید به آخرش، به آخر فیلم این صحنه بوسه که اومد فریز شد برای مدتی، بعد پایان، لغت پایان اومد روش، بازم به همجور فریز شده بود، مونده بود، هیچ کس هم تکون نمیخورد از جاش، همه نشسته بودن تماشا میکرد. من همجور یواشی با بابام نگاه کردم، پدرم با یک نگاه ستایش آمیزی به من نگاه میکرد و به من گفت سد و شکسته. در سالگرد وفات آیت الله خمینی در ایران 2 روز تعطیلی اعلام کردند.
دو روز رو تعطیل کردن که مردم احیانا چون در ماه رمضان هم هست سینه‌ای بزنن، عزاداری کنن و خلاصه اشکی بریزن برای اینکه آیت الله خمینی رو از دست دادن. اما این مردم زرنگ درست مثل این که تعطیلی نوروزه، از این دو روز استفاده کردن، رفتن شمال و مهمانی و خلاصه خوش گذروندن، خیلی حال و ناراحت کرده. از جمله یک آقایی که میخوام براتون نوارشو پخش بکنم که ناراحته که مردم عزاداری نکردن، رفتن سفر. حضرت امام فرمود من 15 خرداد را برای همیشه عزای عمومی اعلام میکنم، نه تعطیلی عمومی. گویا بعضی از مسئولین امر هم سوراخ دعا رو گم کردن، به جای اینکه این دو روز عزیز و ارزشمند و 14 خرداد و 15 خرداد را تو ذهن مردم، تو یاد خاطره ملت زنده نگه دارن، میان دو روز تعطیل رسمی اعلام میکنن. از اون ور یک مشت هوسباز و هرزه تا این تعطیلی رسمی میشه از تهران سرازیر میشن، این منطقه رو به گند و کثافت میکشن، انگار که امام و شهدای و 15 خرداد تو دریای شمال غرق شد. و اما آیت الله خمینی که این روزها مردم ایران به خاطر وفاتش کمک خوشحالن که دو روز تعطیلی دارن و به سفر میرن، حرفای بدی هم نزده. دقت کنید به گوشه ای از حرفاش. دعواهای ما دعوایی نیست که برا خدا باشد، اینا از گوشتون همه بیرون کنید، همه تون عجیبه، همه ما از گوشمون بیرون کنید که دعوای ما برا خداست، ما برای مصالح اسلام دعوا میکنیم. خیر مسئله این حرفا نی، منو نمیشه بازی داد. دعوای خود من و شما و همه کسانی که دعوا میکنن همه برای خودشون. بله مرحوم آیت الله خمینی، دعواها همه برای خودشونه، مثل خود شما. مردم چه کارن؟ همه میگن پیش بده برام، همه میخوان تمامه. این قدرت چی چی آخه من نمیفهمم چه قدرتی الان در کار هست. خب محمد رضا اگر دنبال این مسائل میرفت مطلبی بود برای اینکه یه قدرتی بود، قدرت شیطانی بود، کسی حق نداشه کلمه بگه. اما امروز که بقال سر محلم میام میگد که آقای نخست، برادر نخست وزیر اینجا این کار درست نیست، برادر رئیس جمهور این کار درست نیست، این قدرتی نیه، برادریست که دست برادرن، یه دستشون شانسشان آوردن اونجا نشستن، یه دست بیچاره هم برای اینا سینه میزنن. بله مرحوم آیت الله خمینی، مردم شانس آوردن، مردم وظیفه‌شون فقط سینه زنیه. قدرت نیست که ما حالا برای قدرت به اینا، تلبیسات ابلیس است که بر ما غلبه کرده است. بله مرحوم خمینی، ابلیس شیطانه، شیطانه که همه کارها رو به دست گرفته. چه کسی این ابلیس، این شیطان رو به ایران آورد؟ و این تلبیسات ابلیسی را اگر چنانچه مسامحه کنید شما را به جهنم میفرستد، در همین دنیا هم به تباهی میکشد، در همین دنیا. و ایستاده این تلبیس نفسانی و این شیطان نفس ایستاده است تا اونجایی که همه چیز دنیا را به باد فنا بدهد. هیتلر حاضر بود تمام بشر از بین برد و خودش دار اون قدرت بین همون آلمان باقی باشه، اون نژاد بالاتر. و این چیزی که در مغز هیتلر است در مغز همه شما هست. این زیباترین حرفی است آقای خمینی که شما زدین. یه حسابی در کار باشد که خودتون از خودتون حساب بکشید که من امروز میخوام چه بکنم، میخوام همه مملکت ایران رو به هم بزنم برای اینکه من باشم و هیچ کنه باشه. بسیار حرف درستی است، متاسفانه همینطوره. امروز دعوای این که ما هم در جنگ هم رفتیم، و شما دیدید که یه دسته نوشتن که ما از اول در جنگ چه بودیم. خب گفتن، خب منم میتونم بگم من در صف اول جنگ دارم جنگ میکنم، ولی اینجا افتادم همینطور. باید به حسب واقع، به حسب انصاف، به حسب وجدان این مردمی که
شماها را روی کار آوردن، این مردم کوچه و محله و عرض میکنم زاغه هایی که شماها را روی مسند نشوندن، ملاحظه اونها را بکنید و این جمهوری را تضعیفش نکنید. بترسید از اون روزی که این مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست. مردم مدت هاست که فهمیدن، امیدوارم که جانشین شما گوش شنیده باشه. در ماه رمضان هستیم، ماهی که مردم ایران به نوع دیگری در مصیبت هستند. اگر شخصی در خیابان احتمالاً چیزی بخوره، دهانش تکانی بخوره، باید شلاق نوش جان بکنه، چون در ماه رمضان هستیم. رستوران ها تعطیل هستند، حتی در محل های عمومی آب رو هم که برای رفع تشنگی مردم هست قطع کردن، برای اینکه همه باید روزه بگیرن. و اما آقای روحانی که خودش نمیدونم روزه میگیره یا نمیگیره، به هر حال یک افطاری داد و برای اینکه افطاریش خیلی زیبا بشه و خبرنگاران کارهاشو مخابره کنن، تصمیم گرفت که هنرمندان رو هم دعوت بکنه. خیلی از هنرمندان دعوتشو رد کردن، گفتن در این مملکتی که این همه مصیبت داریم، ما چرا باید بیایم پیش رئیس جمهوری که فقط حرف میزنه و عمل نمیکنه و افطاری نوش جان کنیم. البته نمیدونم همه هنرمندان روزه هستن یا نه، اما گروهی هم دعوت آقای روحانی رو لبیک گفتن و آمدن کنار دستش نشستن و افطاری میل کردن و بیشتر زولبیا بامیه سر میز بود. به هر حال حتما شام خوبی هم دادن. و اما در بین هنرمندانی که آمده بودن، آقای دولت آبادی، محمود دولت آبادی، این نویسنده بسیار خوب ما بود که یک کار جالبی کرده بود. ایشان با کراوات قرمز و پوشت قرمز آمده بودن به این افطاری. میدونید که در ایران مردها معمولا کراوات نمیزنن، به خصوص کسانی که جزو حکومت هستن و پیراهن یقه حسنی به اصطلاح، یعنی که دکمش بسته است، تنشون میکنن، یا بعضی از هنرمندان که اکثرا یقه هاشون رو باز میگذارن که خدایی نکرده کراوات اونجا نباشه. اما این آقای محمود دولت آبادی با کراوات قرمز و پوشت قرمز آمده بود و خیلی ها گفتن خود این کراوات قرمز و پوشید قرمز یک جوری دهنکجی بوده در این مهمانی. البته من آقای دولت آبادی رو از سالهای پیش میشناسم. ایشان علاوه بر این که نویسنده بسیار خوبی هستن، بازیگر بسیار خوبی هم در تئاتر و برنامه های تلویزیونی بود. من با ایشون بازی نکردم، اما دو تا از نمایشنامه هاش که من کارگردان فنیش بودم و آقای عباس جوانمرد کارگردان اصلی بودن، باشون کار کردم. هنرمندی بسیار با احساس بود، انقدر با احساس بود که وقتی که روی صحنه می اومد احتمال داشت دکورم بیفته. نویسنده خیلی خوبی است، مرد خیلی خوبی است. به هر حال ایشان هم در اونجا بود. ایشان مدتی پیش یک کتابی نوشته بود به نام کلونل که سالها 17 سال اجازه نمیدادن این کتاب در ایران منتشر بشه. بارها کتاب رو بازنویسی کرده بود، بالاخره کتاب در آلمان چاپ شد. خیال میکنم که آقای دولت آبادی خیال داشت که در این مهمانی افطاری یک جوری موضوع کتاب کلونل رو مطرح کنه. بله، اما آقای روحانی رئیس جمهور بسیار زرنگه. ایشون سر میز شام افطاری یک دفعه برگشته گفته که اگر نویسندهی کتابی نوشت، حالا کلونل باشه، سرهنگ باشه، حقوقدان باشه یا هرچی، و اون کتاب 20 بار بازنویسی شد و 10 سال مجوز انتشار نگرفت و در این 10 سال 6 سالش هم من رئیس جمهور بودم، چه کسی در این کشور مسئول این بی سر و سامانی این کاره؟
آقای دولت آبادی شیک با کراوات قرمز و پشده قرمز فرمودن من. بله زرنگن این آخوندا، فرقی نمی کنه، حتی انگلیسی هم بلد باشن و نمیدونم در انگلیس هم تحصیل کرده باشن، زرنگی آخوندی رو دارن. و اما آقای رهبر هم یک مهمانی افطاری بسیار مجلل داشتن که عقل و درایت داره، نگذاش هیچ عکاس و خبرنگاری باشه که عکساشو اونجا منتشر بکنن و ببینن چه بخور بخوری بودن. و اما جمهوری اسلامی به مناسبت ماه رمضان در غزه به 300,000 نفر، بله به 300,000 نفر افطاری داده. نگاه کنید. بداية كل التحية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وللجنة إمداد دعم الإمام الخميني في ظل هذه الأجواء التي يعيشها شعبنا الفلسطيني من جراء الحصار الجائر على قطاع غزة وجراء الوضع الاقتصادي السيء الذي يعانيه القطاع. هذا المشروع هو بمثابة تضميد الجراح لشعبنا الفلسطيني الذي يعاني يعني جراء العقوبات التي تفرض عليه والذين يريدوا كسر إرادة هذا الشعب المحاصر المكلوم. تأتي الجمهورية الإسلامية لتعزز أبناء شعبنا الفلسطيني، لتعزز صموده وتدعم تواجده، فكل الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية. ونطالب الأمة العربية والإسلامية أن تحذو حذو الجمهورية الإسلامية في إيران لتخفيف المعاناة عن شعبنا الفلسطيني ودعم صموده على هذه الأرض. قامت لجنة إمداد الخميني بتقديم هذه الوجبات التي هي سوف تكون أسبوعيا ما يقارب 11,000 وجبة، وسوف تصل إلى 300,000 شخص خلال شهر رمضان المبارك على دورات، 4 دورات متتالية. هذه الوجبة تتنوع من الرز واللحم في اليوم الأول. ما زالت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف معنا قلبا وقالب في قطاع غزة. هذه الجمهورية التي دعمت المقاومة الفلسطينية بالسلاح وبالعتاد، لولا فضل الله علينا ثم فضل إخواننا في الجمهورية الإسلامية ما وصلت المقاومة لهذا الوضع. ونحن اليوم من على بعد أمطار من خط التماس مع العدو الصهيوني الجبان. و حالا نگاه بکنید به این تصویر که یک ایرانی بازوق درست کرده. شام آخر، شام آخر رئیس جمهور آقای روحانی. نمیدونم، میگن مثل این که آخرین روزهای ریاست جمهوریشو داره طی میکنه یا اصلا حکومت داره نفسهای آخر رو میکشه، ولی نگاه بکنید به این تصویر، شام آخر روحانی. حالا در بین این افرادی که در این شام آخر هستن یهودای خائن کدومه من نمیدونم. در 31 اردیبهشت امسال یکی از رجال معروف و مطرح جمهوری اسلامی متاسفانه از دنیا رفت، آیت الله حسنی، امام جمعه مشهور ارومیه. آیت الله حسنی مدتها نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی بود و از دوستان بسیار صمیمی آقای خمینی بود و همینطور از دوستان صمیمی آقای خامنه‌ای. ایشان در دوره اول و دوم مجلس شورای اسلامی هم از ارومیه نماینده بودند، ولی شهرت ایشان به خاطر امام جمعه ارومیه. جزو کارهایی که در زمان ایشان اتفاق افتاده، پسرشون رشید حسنی، پسر بزرگش، به خاطر اینکه فدای خلق بوده، خود پدر لش داد و دادگاه او رو محکوم کرد و اعدامش کردن. یعنی خود پدر پسر رو لو داد که اعدامش بکنن و اعدامش کردن و گفت به وظیفم عمل کردم. انسان بسیار شریفی بوده، نمیدونم. و اما مطالبی که ایشان در دوره‌ای که امام جمعه ارومیه بودن فرمودن بسیار جالبه و باید در تاریخ ثبت بشه. به تعدادیش گوش بکنید، جالبه. کسانی که میگن ما عقب افتاده ایم و خارجه از ما پیشرفته تر است احمقند.
آنها نمیدانند که ما در قرن 14 قمری هستیم، آنها در قرن 21 میلادی، یعنی 7 قرن از ما جلوترند. آیا وقتی که آنها در قرن 14 بودند از ما جلوتر بودند؟ جالبه. خیلی حرف جالبی است به نظر من. این کلمه آزادی چقدر به اسلام ضربه زد. آیا آزادی این است که زنهای ما پیرنهای 4 نبش و 6 نبش تنشون کنن؟ زنها به 3 دسته تقسیم می شوند. اول زنهای بیهجاب هستند که مانند اتوبوس هستند، یعنی هر کس می تواند سوار آنها بشود. دسته دوم که حجاب بدون چادر دارند، معمولا مانتو به تن می کنند و روسری سرشان دارند، آنها مانند تاکسی هستند که فقط افراد و شخصی را سوار می کنند و بالاخره زنهای امثال زن بنده که مثل الاغند، فقط یک نفر می تواند از آنها سواری بگیرد. چرا این کلمات قصار رو چاپ نمی کنن، همه جا نمی زنن؟ واقعا زیباست. دختر من، ببینید چه حرف جالبی زده، دختر من در برابر نجابت حضرت فاطمه فاحشه بیش نیست. آزادی برای هیچ کس نیست، حتی برای بیل کلینتون. البته ایشون کلمه بیل کلینتون رو مصرف نمی کنه، میگه آقای بیل کلنگ، بیلو کلنگ، برحال مبارکه. رهبر هم در وفات ایشان مطالبی فرمودن که با هم دیگه گوش میکنیم. خوبه یاد کنیم از آقای حسنی حفظه الله، ایشون هم واقعا جزو کسانیست که در این حوادث حقا و انصافا امتحان خوبی ایشون داد، در دوران مبارزات و در دوران بعد از انقلاب، چه زمان جنگ، چه قبل از جنگ، چه بعد از جنگ. آذربایجان اولاخت، انقلابا تایاخت. زندگی در آمریکا بدون بیمه خطرناک است؟ بیمه سلامتی، بیمه اتومبیل، بیمه عمر و انواع بیمه ها به وسیله مشاوری آگاه و با تجربه با بهترین قیمت برای شما فراهم می شود. جوزف کره‌ای برای هزاران نفر بهترین بیمه ها را فراهم کرده است. 818-909-0777 و 310-360-304. مجموعه ارزشمند فیلم‌های مستند میراث جاویدان ایران باستان به اندیشه، سرپرستی و تهیه کنندگی دکتر رضا حاضری، کی اشکان اردلان افشار نادری. این مجموعه در بردارنده 7 فیلم مستند است: فیلم مستند آتشکده آذرگشسب، راز باتری ایرانی، زیویه کردستان، آیین رازآمیز مهر بخش نخست، آیین رازآمیز مهر بخش دوم، مهرازی یا معماری در ایران باستان بخش نخست، مهرازی یا معماری در ایران باستان بخش دوم. قیمت این مجموعه ارزشمند تنها 89 دلار. برای ثبت سفارش با شماره تلفن 415-685-88-88 یا ایمیل info@mehriran.tv تماس حاصل فرمایید و یا به وبسایت www.mehriran.tv مراجعه نمایید. میراث جاویدان ایران باستان. خبر آزار جنسی دانش آموزان مدرسه غیر انتفاعی معین در منطقه 2 تهران ایران را تکان داد و بسیاری از ایرانیان را در سراسر جهان. آنچنان شد که آقای خامنه‌ای رهبر بلافاصله دستور دادند که به این کار رسیدگی بشه، چون ایشان در ماجرای سعید طوسی نوعی رفتار کردن که این قاری قرآنی که به بچه ها تجاوز کرده بود به نوعی کارش
ببخشید لغت رو میگم ماست مالی بشه و همینطور هم شد. کمی سر و صدا کرد ولی بالاخره ایشان رفت دنبال قرآن خوندنش و کارهایی که انجام میداد. گویا در سال گذشته نیز از این وقایع اتفاق افتاده بوده و در آغاز سال تحصیلی متاسفانه وزارت آموزش و پرورش اسلامی دستوری نداده بوده و اما شخصی که این کار رو کرده بوده جالب جلو دوربین صحبت میکنه. اولا ایشون از نوه های یکی از آیت الله های معروفه، به هر حال یه جایی وصل میشه به یک جای دیگری و صحبت هاش جالبه. میگه من شوخی کردم، شوخی کردم، شوخی دستی کردم. نگاه کنید. بچه با بچه اگر کرده باشه باشه ما تو رو بگو ببینم. آقا دانش آموزا 4-5 نفر اومدن تو اتاق من. خب این قضیه برای آخر سال بوده، بعد عید 4-5 نفر اومدن تو اتاق من، من تو گوشیم. حالا متاسفانه فیلم مستحسن داشتم بهشون نشون دادی، فیلمو دیدن. خب و بعدم اصلا در بحث شوخی بوده، در بحث شوخی بوده. این شوخی چه دست داری آقا؟ آقا من اینو گفتم فقط در حد رابطه لحظه. بچه ها جلو هم سکس میکردن شما؟ من نیدم، نه هم چیزی نبود، نبوده، نبوده، هم چیزی نبوده، هم چیزی نبوده، هم چیزی نبوده. آنچنان شد که وزارت آموزش و پرورش چندین شماره تلفن گذاشت که اگر باز هم از این اتفاقات، از این شوخی ها که این آقا کرده اتفاق افتاد به ما زنگ بزنین. میگن که تلفن ها مرتب داره زنگ میزنه، پدر مادرها نباید روی این وقایع سرپوش بگذارن. محسن چاوشی یک خواننده جوانی است که آهنگساز، نوازنده است و ترانه سراست و صدای بسیار خوبی داره و آهنگهای بیادماندنی خونده. او زاده خرمشهر و به خوزستان عشق ویژه‌ای داره. صدای زیبایش رو در فیلم سنتوری مهرجویی حتما شنیدید و همینطور در تیتراژ سریال شهرزاد در گذشته. الان مدتی است که دیگه صداش نیست اما اسمش مثل این که هست. به هر حال ایشان یک ترانه خونده در مورد خوزستان، جایی که بهش عشق داره، جایی که در اونجا متولد شده، اما به خاطر این ترانه ممنوع الکار شده، یعنی دیگه اجازه نداره آواز بخونه، برای اینکه به موطنش، به زادگاهش عشق ورزیده. صدای بسیار زیبایی داره و ترانه‌ای که در مورد خوزستان خونده جالبه. خوزستانی که سالها مردم در اونجا شاهد جنگ بودن و بسیاری از فرزندانشون از دست دادن و هنوز این حکومت جمهوری اسلامی با این همه پولی که داره نتونسته به خوزستان، به ویژه به خرمشهر، به بسیاری از شهرهای جنگ زده برسه. اجازه بدید با هم گوش بکنیم به این ترانه به نظر من بسیار استثنایی. تنهای تنهای تنهای، مظلوم مظلوم مظلومی، بیار بیار بیاری، خوزستان خوزستان خوزستان، بی دردا خوابیدن خوابیدن، نامردا خوابیدن خوابیدن، اما تو بیدار بیداری، خوزستان خوزستان خوزستان. ای مردم ای مردم ای مردم، بارون کو بارون کو بارون کو، ای بارون ای بارون ای بارون، کارون کو کارون کو کارون کو، از خاکت از نفتت از خونت، شب دستش رنگینه رنگینه، ای غازی ای غازی ای غازی،
شب جرمش سنگینه سنگینه. بوم بارون بوم بارون بوم بارون تیاره 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 نارنجک 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 خون پاره خون پاره خون پاره. این ظلم وقتی که زالوها تو جیب این مردم میلولن، وقتی که خیلی از این مردم بی پوله بی پوله بی پولن. ای غاز این مردم چی میگن؟ آبادی آبادی آبادی. ای غاز این مردم چی میخوان؟ آزادی آزادی آزادی. جانارا 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 خوزستان تنهای تنها شد. خوزستان از اشک این مردم دریا شد دریا شد دریا شد. ای غازی این مردم چی میگن؟ آبادی آبادی آبادی. ای غازی این مردم چی میخوان؟ آزادی آزادی آزادی. آقای جنتی معروف رو من بسیار دوستش دارم، برای که ایشون حرفای جالبی میزنه. به نظر من حرفاش باید در تاریخ ثبت بشه. ایشون اخیراً مطلبی گفته که برای من جالب بوده. ایشون نگران مردم نیست. نه 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 نه، ایشون نگران آبروی نظامه. ما در هر هفته یه روز گوش میخوریم. یعنی ایمان به مردم معنیش اینه که این مردم این راه امام را پذیرفتند و این راه را طی کردند تا اینجا اومدند. این کار را کردند. یک گرسنگی از جوان شهید دادند که بدتر نیست. چه اونی که 4 تا پسر شهید داده حالا طاقت گرسنگی نداره، میگه دشمن بیاد دوباره سر جای بدش. گوشت خوردن خیلی چیز خوبی هم نیست. یک وعده هم ممکن است غذا بخوریم. اینا حرف امامه. ما را از این چیزها نترسانید. اگر امر دائر شود بین این که آبروی ما حفظ بشود یا شکم ما سیر بشود، ما ترجیح می دهیم که آبرویمون حفظ بشود و شکممون گرسنه بماند. آقای جنتی گرامی، بله، نظام آبروش رفته، مردم هم بسیاری گرسنه هستند. حالا شما هم با من نگاه بکنید به یک آخوند دیگری که یکی از معجزه های امام هشتم رو برای ما تعریف میکنه. آمد گفت آقا شما امامین، حضرت آمدن بعد دلیل بر امامتتون چیه؟ حضرت رضا فرمودن عصای من شهادت بده من امام زمان تو هم بسه، قبول داری؟ گفت نه. خوبه ای، اما من حالا که شما بخواید یه معجزه نشون بدین، من یه چیز دیگه میخوام. من یه عیال داشتم جوون مرگ شد، خیلی دوستش داشتم، 1 سالم هست فوت شد، دلم میخواد دوباره زنده بشه بیاد با من زندگی کن. تو اگه امام منی عیال منو زنده کن. حضرت یه تبسمی کردن، همین امام رضا تونا
یه تبسمی فرمودن همدان برو خونه، از قبرستان آمده خونه با کفنش منتظر توست، وحشت کرده، زود برو. جدی آف همدان برو زود. بلند شد آمد خونه، عیالش آمده. والا تا اونجا که من شنیدم امام رضا امام هشتم که محبوب بسیاری از مردم ایران هم هست، تا به حال ضامن آهو بوده، ضامن همسران مردم نبوده. خب حالا نگاه بکنید به یک آخوند دیگری که عضو مجلس خبرگان هم هست و راجب خوزستان میگه، همون خوزستانی که ترانه برش خوندن به این روز افتاده، میگه ای کاش 40 سال پیش بود. گوش کنید. روزی که ما در خوزستان فرودگاه آنچنانی داشتیم، کنکوردهای پیشرفته می نشستن روی زمین آبادان ما، تمام شهرنشین های خلیج فارس ده بودن. روزی که ما در شمال خوزستان بیمارستان داشتیم، نمیدونم ورزشگاه داشتیم، باشگاه داشتیم، مساجد آنچنانی داشتیم، امکانات بالا داشتیم. دیروز داشتم خدمت سرور عزیزمون سردار رضایی، آقای دکتر رضایی، گفتم خوش اومد بچه‌ی من سلیمانی، منم بودم. یه روزی در این اهواز در کل مناطق نفیس دو تا درمانگاه بود، یکی کارون یکی نوسای. بهترین بیمارستان ایران بلکه خوزستان در مسجد سلیمان بهترین عملها رو انجام میداد با چندین اتاق عمل پیشرفته. حالا ببینید ببینید وضعیتمون چطوری. من اینو تو جلسه خبرگان عرض کردم خدمت اصلاح طولای جنتی، گفتم من میرم یه جمعون خوزستانی میرم آنها من برگردم 40 ساله بعد. بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شد، این آقای خامنه‌ای نگاهش به آمریکا، به ویژه به هالیوود و فیلم‌های آمریکایی و به ویژه به کارتون‌ها خیلی زیاد شد. از جمله ایشان در نطقشون فرمودن که داستان ما و آمریکایی‌ها مثل کارتون تام و جریه. تام و جری یعنی ایشان اون موشه هستن، یعنی ایران اسلامی اون موشه است و آمریکا گربه است که زورش به این موشه نمیرسه. به نظر من فکر جالبی کرده، خود این میتونه یه فیلم کارتون بشه با شرکت خود آقای خامنه‌ای و دوستانشون و رئیس جمهور آمریکا که نمیدونم گربه است و ایشون موشه و اینا. بگذاریم، علاقه ایشان به هالیوود و فیلم‌های آمریکایی بسیار جالبه. اصولاً خیلی نگرانن که آمریکایی‌ها دارن از هنر استفاده می‌کنن برای اینکه جمهوری اسلامی رو براندازن. اول به قسمتی از صحبت‌هاشون گوش کنید. از هنر استفاده کردن، از هالیوود استفاده کردن برای ساختن فیلم علیه ما، نه یکی نه دوتا، در برهه‌های مختلف حرکت نظامی کردند، هواپیمای ما رو ساقط کردند، به برخی از مراکز ما در خلیج فارس حمله نظام، همه جور کاری رو علیه جمهوری اسلامی انجام دادند. مخالفت‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی، تبلیغاتی، فرهنگی، همه جور، همه این کارها هم هدفش براندازی بود. حالا امروز این کلمه در تعبیرات مسئولین آمریکایی تکرار میشه، این چیز جدیدی نیست، از روز اول هدفشون همین بود. حتی همون رئیس جمهوری که تکرار میکرد و اصرار میکرد که ما هدفمون براندازی نیست، او هم هدفش براندازی بود که کاملا واضح شد این معنا. حالا نگاه بکنید به قسمت دیگری از صحبت ایشان که برخورد میکنه به این کارتون تام و جری. بله، خیال میکنم که ایشان وقت زیادی دارن که میشینن این کارتون ها رو نگاه میکنن. نگاه کنید. خب در همه این قضایا هم مهم اینه، جالب اینجاست که این همه علیه جمهوری اسلامی ضربه و حمله و نقشه و توطئه و اینا همه شکست خورده. شما امروز ملاحظه کنید، جمهوری اسلامی رو مشاهده کنید، بعد از گذشت این 39 سال، حدود 40 سال، با قدرت، با استقامت، با توانایی های گوناگون که
حالا به بعضی ممکنه اشاره کنم، بعضیشو آقای دکتر روحانی اشاره کردن، داره حرکت میکنه، داره پیش میره. یعنی تمام اون چه که اونها انجام دادن، همه نیروشون رو مصرف کردن، از طرق مختلف استفاده کردن، همه اینها شکست خورده. مثل اون گربه معروف داستان تام و جری، در همه این تدابیر با حجم فراوان در همه اینها بالاخره ناکام موندن. خب امروز هم یک مقطع دیگره، بازم شکست خواهد خورد، باز هم در این قضیه هم قطعا و یقینا شما بدانید آمریکا شکست خواهد خورد. جمهوری اسلامی سرفراز و سربلند با سینه ستبر از ماجرا بیرون خواهد آمد. این حرف رهبر جمهوری اسلامی مثل بمب صدا کرده و در بسیاری از برنامه‌های تلویزیونی آمریکایی هم از او یاد می‌کنن که از تام و جری گفته. به هر حال توجه ایشان به سینمای آمریکا جالبه و نگاه بکنید به این کارتون. بله تام و جری، اون بالا آقای خامنه‌ای، نگاه بکنید. و چون احتمال داره که رهبر آقای خامنه‌ای برنامه بنده رو، به ویژه این برنامه رو که راجع به کارتون محبوبشونه، نگاه بکنن، قسمتی از کارتون تام و جری واقعی رو با هم نگاه بکنیم. آقای خامنه‌ای نگاه کن، قشنگه. نگاه ویژه من به همایون شجریانه، فرزند برومند استاد شجریان، که امیدوارم هر چه زودتر بهبودی پیدا بکنه و او رو ببینیم و صدای گرمش رو بشنویم. همایون شجریان به همراه علی قمصری، تار نواز ماهر، یک ترانه خونده، دو خط شعر خونده که بسیار زیباست. دلم فریاد می‌خواهد، دلم فریاد می‌خواهد، ولی در انزوای خیش چه بی‌آزار با دیوار نجوا می‌کنم هر شب. دلم فریاد می‌خواهد. من این باجرا تا سو من آمین کنم هر شب.
بسیاری از ما دلمان فریاد میخواد. به اتفاق دوستم سپهر خسروی که این برنامه رو ضبط و تدوین کرده با شما بدرود میگم و شبها و روزهای خوبی برای همه آرزو میکنم. با امید دیدار. گلوبال ناشر مجموعه میراث جاودان ایران باستان از توجه شما به این برنامه سپاسگزار است. مجموعه ارزشمند فیلم‌های مستند میراث جاویدان ایران باستان به اندیشه، سرپرستی و تهیه کنندگی دکتر رضا حاضلی، کیاشکان اردلان افشار نادری. این مجموعه در بردارنده ی 7 فیلم مستند است. فیلم مستند آتشکده آذرگشسب، راز باتری ایرانی، زیویه کردستان، آیین رازآمیز مهر بخش نخست، آیین رازآمیز مهر بخش دوم، مهرازی یا معماری در ایران باستان بخش نخست، مهرازی یا معماری در ایران باستان بخش دوم. قیمت این مجموعه ارزشمند تنها 89 دلار. برای ثبت سفارش با شماره تلفن 415-685-88-88 یا ایمیل info@mehriran.tv تماس حاصل فرمایید و یا به وبسایت www.mehriran.tv مراجعه نمایید. میراث جاویدان ایران باستان.